کتاب انسان در جستجوی معنا، نویسنده ویکتور فرانکل. بهتر از سرنوشت بیماران و به ویژه بیمارانی را مثال بیاورم که غیر قابل علاج هستند. یک بار نامه جوان معلولی به دستم افتاد که برای دوستی نوشته بود که چیزی از عمرش باقی نیست و حتی عمل جراحی هم فایده ای نخواهد داشت و بعد نوشته بود فیلمی را به یاد می آورد که در آن مردی را تصویر می کرد که شجاعانه و با رشادت در انتظار مرگ بود. این پسر معلول فکر می کرد که برخورد این مرد با مرگ سیر کمال او را می نمایاند که چنان بزرگ منشانه به پیشواز مرگ می رفت و نیستی مادی را پذیرا می شد. و ادامه می داد، اکنون سرنوشت به اونیز فرصتی از این دست ارزانی می داشت. سالها پیش فیلمی به نام رستاخیز از یکی از کتابهای تولستوی به روی اکران آمد. آن عده از ما که این فیلم را دیدیم نیز چنین اندیشه هایی در سر داشتیم. زیرا این فیلم سرشار بود از سرنوشت مردان بزرگ. گرچه در آن زمان برای ما نه ایمانی با آن عظمت وجود داشت و نه امید به رسیدن به آنچنان درجه والا. به عبارت دیگر فرصتی نداشتیم که به چنان عظمتی دست یابیم. پس از دیدن آن فیلم به نزدیکترین چایخانه رفتیم و پس از نوشیدن یک فنجان قهوه و خوردن یک ساندویچ اندیشه های متافیزیکی عجیبی را که یک لحظه از ذهنمون گذشته بود به دست فراموشی سپردیم. اما وقتی خودمان با سرنوشت بزرگی رویارو شدیم و بران شدیم که آن را با عظمت روحی برابری پذیرا باشیم، دیگر همه آن راه حل‌های جوانی را فراموش کرده و از پا افتادیم. شاید زمانی می رسید که بعضی از ما بار دیگر همان فیلم و یا نظیر آن را می دیدیم. اما حالا دیگر مسئله فرق می کرد. زیرا شاید در همان زمان تصاویری را با چشم دل می دیدیم. تصاویر کسانی که در زندگی خود به چیزهایی دست یافته بودند که محتوایش خیلی بیش از محتوای یک فیلم احساسی بود. شاید پاره ای از جزئیات عظمت درونی مرد معینی مانند داستان زن جوانی که من خود در اردوگاه کار اجباری شاهد مرگش بودم از ذهن شما گذر کند. این داستان بسیار کوتاه است و نمیتوانم مطلب زیادی درباره‌اش بگویم. چنان که گویی داستان ساخته و پرداخته ذهن خودم است. اما برای من مانند شعر است. قهرمان داستان میدانست که ظرف چند روز آینده خواهد مرد. اما زمانی که من با او صحبت کردم، از روحیه خوبی برخوردار بود. این زن به من گفت، از سرنوشتم سپاسگزارم که چنین ضربه سهمگینی بر من وارد آورد. زیرا در زندگی پیشینم زیاده خواه و از خود راضی بودم و کمال معنوی را جدی تلقی نمی کردم. در حالی که به سوی پنجره کلبه اشاره می کرد، گفت، در لحظات تنهایی این درخت تنها دوستی است که در برابر من ایستاده است. این زن می توانست از پنجره تنها یک شاخه درخت شاه بلوط را ببیند که روی آن دو غنچه بود. او به من گفت من اغلب با این درخت درد دل می کنم. من در شگفت شدم، نمی دانستم چه بگویم. آیا این زن هذیان می گفت؟ آیا دچار کابوس بود؟ با اشتیاق از او پرسیدم آیا درخت پاسخم می داد؟ بله. چه می گفت؟ می گفت من اینجا هستم. من اینجا هستم. من زندگی هستم. من زندگی جاودانم. پیش از این نیز یادآور شدم که آنچه نهایتاً موجب واژگونی وضع روحی و درونی زندانی می شد چندان وابسته به شرایط روانی جسمی محیط زندان نبود، بلکه نتیجه تصمیم زندانی بود. بررسی‌های روانشناسی از زندانیان نشان داده است که تنها مردانی سرانجام قربانی تأثیرات مخرب زندگی اردوگاهی شدند که اجازه دادند خوی معنوی و اخلاقی آنان افت کند. در اینجا این پرسش پیش می‌آید که چه چیزی می‌توانست و یا می‌بایست چنین نیروی درونی را در ما ایجاد کند. زندانیان پیشین وقتی از تجارب خود صحبت می کنند، برانن آنچه که بیش از همه موجب آزار و تضعیف روحی زندانی می شود، این است که نداند مدت زندان او چقدر به درازا خواهد کشید. زندانی تاریخ آزادیش را نمی دانست. در زندان ما حرف زدن در این مورد نیز بی‌معنی بود. در واقع مدت زندان نامعلوم و نامحدود بود. یک روانشناس پژوهشگر برجسته معتقد است که زندگی در اردوگاه کار اجباری یک زندگی موقت است.
و بهتر است ما این عبارت را به این شکل کامل کنیم و آن را زندگی موقت نامحدود بنامیم. تازه واردان هیچ یک از شرایط زندگی اردوگاه را نمی دانستند. کسانی که از سایر اردوگاه ها بازگشته بودند مجبور به سکوت بودند و از بعضی اردوگاه ها هم هیچ کس باز نگشته بود. ذهن زندانی در ابتدای ورود به اردوگاه متحول می شد. با پایان ابهام و تردید، عدم اطمینان نسبت به پایان دوره زندان، ابهام دیگری برای سرانجام کار زندانی در دلش سربر می داشت. زیرا امکان نداشت که زندانی بداند اصلاً این شکل زندگیش پایانی خواهد داشت یا نه. واژه لاتین فینیس دو معنا دارد، پایان یا هدف و هدفی برای رسیدن. مردی که نمی توانست پایان زندگی موقت خود را پیش بینی کند، نمی توانست هدف نهایی را نشانه بگیرد. او دیگر نمی توانست برخلاف زندگی طبیعی دیگران برای آینده زندگی کند و به همین دلیل بود که ساخت کلی زندگی درونی او تغییر می کرد. و ما با این نشانه های سقوط و افت در سایر مراحل زندگی نیز رویارو بودیم. به طور مثال، کارگر بیکار در وضع مشابهی قرار داشت، زیرا زندگی او موقتی بود و به عبارتی نمیتوانست برای آینده زندگی کند و یا هدفی داشته باشد. پژوهش‌هایی که در مورد معدنچیان بیکار انجام گرفته است، نشان می‌دهد که آنها از نوعی مرحله دگرگونی ویژه‌ای که برخواسته از وضع نابسامان دوران بیکاری آنها بود، رنج می‌بردند. زندانیان نیز از این تجربه مرحله‌ای عجیب رنج می‌بردند. در اردوگاه زندانی یک واحد زمانی، مثلا یک روز را ساعت به ساعت با شکنجه سپری می‌کرد و خستگی پایان ناپذیر به نظر می‌رسید. واحد زمانی طولانی‌تر، مثلا یک هفته به سرعت می‌گذشت. من معتقد بودم که در اردوگاه یک روز درازتر از یک هفته به نظر می‌رسید. و رفقایم هم با من هم‌عقیده بودند. آنچرا که ما در مورد گذشت زمان تجربه می کردیم شگفت‌انگیز بود و در اینجا انسان به یاد کوه سحرآمیز نوشته توماس مان می افتد که دارای پاره نکات برجسته روانشناسی است. مان پیشرفت معنوی کسانی را که در موقعیت روانشناسی مشابهی بودند مطالعه کرد. به طور مثال بیماران مسلول را در یک آسایشگاه مورد مطالعه قرار داد که نمی دانستند چه زمانی از آنجا مرخص خواهند شد و زندگی مشابهی را بدون هدف آینده تجربه می کردند. یکی از زندانیان که در ابتدای ورودش همراه با ستونی از زندانیان جدید از ایستگاه ترن به اردوگاه می رفت، بعدها برایم نقل کرد که در آن لحظه احساس می کرد در تشییع جنازه خود شرکت جسته است، زیرا زندگیش را کاملا بدون آینده می دید و زندگی را آنچنان پایان یافته لمس می کرد که گویی مرده است. البته این احساس مرگ با عوامل دیگری تشدید می شد. از نظر زمانی به علت نامحدود بودن دوره زندانش که به شدت هم احساس می شد. از نظر مکانی هم محدوده تنگ زندان آزارش می داد. هر آنچه که در پس سیمهای خاردار بود به نظرش متروک، دور از دسترس و به عبارتی غیر واقعی جلوه می کرد. چنان که مردم و رویدادهای خارج از اردوگاه و همه زندگی طبیعی برایش جنبه شبهی را پیدا می کرد. زندگی خارج را تا آنجا که می توانست به چشم ببیند، چنان به نظرش می رسید که گویی مرد مرده‌ای از دنیای دیگر بدان می نگریست. کسی که هدفی در آینده نمی دید، ناچار تسلیم واپس نگری می شد و اندیشه های گذشته را نشخوار می کرد که همین باعث سقوط او می شد. پیش از این در زمینه تمایل به واپسنگری که سبب میشد زندانی حال را بهتر تحمل کند سخن گفتیم. این مکانیزم شخص را قادر می ساخت که خوف و دهشت حال را غیر واقعی تر احساس کند. اما تهی کردن حال از واقعیت آن خود خطرناک بود. زیرا در این صورت فرصتهایی را که پیش می آمد، فرصتهایی که واقعا وجود داشت و امکان داشت به زندگی اردوگاهی معنای مثبتی به بخشت را نادیده می انگاشتیم و به آسانی از کنار آنها رد می شدیم. با توجه به زندگی موقتمان که خود یک زندگی غیر واقعی و عامل مهمی به شمار می رفت و می توانست موجب شود زندانی تعادل خود را در زندگی از دست دهد. به عبارتی همه چیز بی‌معنی می شد. این زندانیان فراموش می‌کردند که چنان شرایط دشوار استثنایی اغلب فرصتی به انسان می‌دهد تا از نظر روحانی فراسوی خود گام گذارند.
آنها به جای اینکه دشواری‌های اردوگاه را سنگ محکی بدانند از نیروی درونی خود، زندگی را جدی تلقی نمی‌کردند و آن را به عنوان چیزی که نتیجه‌ای در بر نداشت تحقیر می‌کردند و ترجیح می‌دادند چشم‌هایشان را ببندند و در گذشته زندگی کنند. البته زندگی برای چنین اشخاصی بی‌معنا نیز می‌شد. طبیعی است که تنها شمار کمی به اوج والای روحانیت دست می‌یافتند. اما به شمار کمی همین فرصت دست می‌داد که حتی با وجود شکست‌های آشکار دنیاییشان و مرگ به عظمت انسانی برسند و این کمالی بود که هرگز نمی‌توانستند در شرایط عادی به آن دست یابند. در مورد باقی ما که افرادی معمولی و بی‌علاقه بودیم، سخنان بیسمارک صادق بود. زندگی مانند رفتن به دندانپزشک است. چون انسان همواره منتظر دردناک‌ترین لحظات است، در حالی که آن لحظات را پشت سر گذارده است. از اینها که بگذریم، می توانم بگویم که بیشتر مردان در اردوگاه کار اجباری معتقد بودند که فرصتهای واقعی زندگی را از دست دادند. ولی با این حال نظیر این فرصتها و مبارزات هنوز هم وجود داشت. انسان می توانست در این تجارب نیز پیروز شود و زندگی را به پیروزی درونی سوق دهد یا برعکس از مبارزه درگذرد و مانند اکثر زندانیان زندگی نباتی را برگزیند. هر گونه تلاش در مبارزه با تأثیر آسیب شناختی روانی محیط زندان بر زندانی، چه به وسیله روان درمانگری و یا دیگر روش‌های بهداشت روان، می‌بایست بر این اصل استوار باشد که نیروهای درونی زندانی را با نشان دادن هدف‌های آتی برانگیزاند و روزنه امیدی بر او بگشاید. برخی از زندانیان به طور غریزی خود می‌کوشیدند به هدفی چنگ بیاندازند، زیرا یکی از ویژگی‌های بشر این است که او تنها می‌تواند با امید به آینده زندگی کند. گرچه زندانی گاهی برای امید بستن به چیزی باید به خود فشار آورد، ولی این فشار خود در دشوارترین لحظات زندگیش موجب رهاییش می‌شد. یکی از تجارب شخصی خودم را برای شما بازگو می‌کنم. در حالی که از شدت درد به خود می‌پیچیدم، در اثر پوشیدن کفش پاره پاهایم زخم شده بود. چند کیلومتری را با ستون گوشتی زندانیان از اردوگاه به سمت محل کار لنگ لنگان رفتم. سرمایه سخت و باد تند به صورتم می نواخت. پیوسته به مشکلات کوچک بی پایان زندگی سراسر مشقت بار خودم می اندیشیدم. به اینکه غذا امشب چه خواهند داد؟ اگر به عنوان یک جیره اضافی یک تکه سوسیس بدهند، آن را با تکه نانی عوض بکنم؟ یا آخرین سیگارم را که دو هفته پیش با بن به دست آوردم با یک کاسه سوپ مبادله بکنم؟ چگونه می توانم تک سیمی پیدا کنم و به جای بند کفش از آن استفاده کنم؟ آیا خواهم توانست به موقع به گروه کار همیشگی خود بپیوندم؟ یا مجبور خواهم بود به گروه دیگری ملحق شوم که سرکارگر بیرحمی دارد؟ چه کنم که بتوانم با کاپو رابطه خوبی برقرار کنم؟ کاپویی که می تواند کمکم کند به جای این پیاده روی های وحشتناک و دراز روزانه کاری در اردوگاه به دست آورم. از اینکه ناچار بودم هر روز و هر ساعت به این مسائل ناچیز بیاندیشم، جانم به لب رسیده بود و کوشیدم اندیشه هایم را به موضوع دیگری مشغول دارم. ناگهان خود را در روی سکوی اتاق روشن و گرم سخنرانی دیدم. در برابرم عده‌ای سراپا گوش در صندلی های نرم فرو رفته و به سخنانم گوش می دادن. موضوع سخنرانیم روانشناسی اردوگاه کار اجباری بود. همه آن چه زیر فشارم قرار داده بود به صورت عینی در آمد که در آن لحظه کم کم جنبه علمی برایم پیدا می کرد. من با این شیوه توانستم به گونه‌ای بر اوضاع محیطم و بر رنج‌های آن لحظه مسلط شوم و آنها را چنان می دیدم که گویی به گذشته تعلق دارند. ناگهان من و مشکلاتم انگیزه یک مطالعه روانی علمی شد که خود به عهده گرفتم. اسپینوزا در کتاب اخلاق خود می گوید به محض اینکه ما تصویر روشن و دقیقی از عواطف خود رسم می کنیم، عواطف در حال رنج از رنج کشیدن باز می ایستد. زندانی که امید به آینده خود را از دست داده بود، محکوم به فنا بود و با از دست دادن ایمان به آینده، دستاویز معنوی خود را نیز به یک باره از دست می داد. او خود را محکوم به فروپاشیدن و پوسیدگی جسمانی و روانی می دید.
معمولاً این فروپاشی به شکل یک بحران و کاملاً ناگهانی اتفاق می‌افتاد و زندانیان با تجربه اردوگاه با نشانه‌های آن آشنا بودند. ما همه از این لحظه شوم بیشتر برای دوستانمان وحشت داشتیم تا خودمان. معمولاً هم جریان چنین شروع می‌شد که زندانی یک روز صبح از بلند شدن و لباس پوشیدن و شستشو یا رفتن به زمین رژه خودداری می‌ورزید. التماس و فشار و تهدید نیز چون آب در هاون کوبیدن بود. زندانی از دست رفته در جای خود دراز می‌کشید و حرکت هم نمی‌کرد. اگر این بحران همراه یک بیماری پدید می‌آمد، زندانی از رفتن به بخش بهداری و یا از دریافت هر گونه کمکی خودداری می‌کرد. به عبارت دیگر او از همه چیز دست می شست. در بستر خود در مدفوع ادرار خود می لولید و دیگر چیزی آزارش نمی داد. من خود یک بار شاهد ارتباط نزدیک قطع امید از آینده و این تسلیم محض خطرناک بودم. ف، سرپرست ارشد من که آهنگساز و نویسنده اشعار اوپرا و شخص برجسته‌ای بود یک روز به طور محرمانه به من گفت دکتر می خواهم چیزی را برایت بگویم. خواب عجیبی دیدم. در خواب ندایی به گوشم رسید که می توانم آرزویی در دل بکنم و بگویم چه می خواهم بدانم و به همه پرسش های من پاسخ داده خواهد شد. فکر می کنی چه پرسیدم؟ پرسیدم جنگ برای من چه وقت پایان می یابد؟ منظورم را می فهمی دکتر؟ برای من آرزو داشتم بدانم چه وقت ما و اردوگاه ما آزاد خواهد شد و رنج های ما کی به پایان خواهد رسید؟ از او پرسیدم چه زمانی این خواب را دیده است؟ پاسخ داد در فوریه 1945. حالا چه تاریخی است؟ آغاز ماه مارس. صدا چه پاسخی داد؟ یواشکی در گوشم زمزمه کرد سیام ماه مارس. هنگامی که ف داستان را برایم تعریف کرد سرشار از امید و معتقد بود که خوابش تعبیر خواهد شد. اما هرچه به سیام مارس نزدیکتر می شدیم با اخباری که راجع به جنگ به اردوگاه ما می رسید می دیدیم که احتمال تعبیر خواب دوستم بسیار کم است. ناگهان روز 29 مارس دوستم بیمار شد و تب شدیدی کرد. سیام مارس یعنی روزی که به او وعده داده شده بود روز پایان جنگ و رنجهایش خواهد بود دچار هذیان و بیهوشی شد. روز 31 مارس او مرد. ظاهراً از تیفوس جان سپرد. کسانی که به رابطه نزدیک بین وضع روحی یک انسان، جرأت و امید یا بی‌جرأتی و نومیدی او و درجه ایمنی از بیماری را می دانند، خوب آگاهند که دست شستن از جرأت و امید می تواند تأثیری کشنده داشته باشد. چنان که علت نهایی مرگ دوست من این بود که آن آزادی که او در انتظارش بود اتفاق نیفتاد و در نتیجه او به شدت دچار نومیدی شد. که این مسئله خود مقاومت بدنش را در برابر تیفوس مزمن به طور ناگهانی پایین آورد و موجب نابودیش شد. ایمان او به آینده و اراده او برای زیستن فلج شد و بدنش بیماری را پذیرفت و سرانجام صدای عالم خواب به حقیقت پیوست. مشاهدات من از این مورد و نتایجی که از آنها گرفتم با یافته ها و مشاهدات سرپزشک اردوگاه کاملا مطابقت می کرد. وی می گفت میزان مرگ و میز از کریسمس 1944 تا سال نو 1945 بسیار بیشتر از پیش بوده. این پزشک معتقد بود توجیهی که برای این قوس سعودی می توانیم بیابیم شرایط سخت بیگاری با رژیم بدتر غذایی یا تغییر هوا یا شیوع بیماری های مصری نبود. بلکه تنها به این دلیل بود که اکثر زندانیان به این امید زنده بودند که فکر می‌کردن برای کریسمس به خانه‌های خود باز خواهند گشت. و چون کریسمس نزدیک می‌شد و هیچ خبر امید بخشی دریافت نمی‌کردند، میل به زندگی در آنها کاهش می‌یافت و ناامیدی بر وجودشان چیره می‌گشت که این خود تأثیر بس خطرناکی در نیروی مقاومتشان می‌گذاشت و شمار کثیری از آنها می‌مردند. همانطوری که پیشتر یادآور شدم، هر گونه تلاشی برای حفظ نیروی درونی زندانی در اردوگاه باید در جهت نشان دادن هدفی در آینده انجام می شد. چنان که نیچه می گوید، کسی که چرایی برای زیستن داشته باشد، از پس هر چگونه ای نیز برمی آید. و این می تواند یک شعار هدایت کننده برای همه تلاش های روان درمان گرایانه و بهداشت روانی زندانیان باشد.
باید هر وقت فرصتی دست می‌داد چرایی، یعنی یک هدف به زندانیان می‌دادیم تا بتوانیم برای تحمل چگونگی وحشتناک زندگیشان به آنها نیرو ببخشیم. وای بر کسی که دیگر معنایی در زندگیش نمی‌یافت، هدفی یا مقصودی هم نداشت، چه خود را در چنین حالی تهی می‌دید و قادر به ادامه زندگی نبود. و به این ترتیب بود که دیگر دیری نمی‌پایید. پاسخی که این فرد گمگشته به همه بحث‌های امیدبخش می‌داد و آن را رد می‌کرد یکی بود: من دیگر چیزی از زندگی نمی‌خواهم. و دیگر چه پاسخی می‌توانستیم به چنین شخصی بدهیم؟ در چنین مرحله‌ای به آنچه که واقعاً و جداً نیاز بود یک تغییر ریشه‌ای در نگرش و طرز تفکر ما به زندگی بود. ما نه تنها باید چنین حالتی را در خود بازسازی می کردیم، بلکه باید به سایر مردان ناامید و افسرده نیز می آموختیم که آنچه اهمیت دارد این است که زندگی از ما چه می خواهد، نه اینکه ما از زندگی چه انتظاری داریم. ما دیگر نباید درباره معنای زیستن پرسشی می کردیم، بلکه باید در مورد خودمان به عنوان کسانی که مورد بازخواست زندگی قرار گرفتند و هر روز و هر ساعت باید پاسخ دهند می اندیشیدیم. پاسخی که ما می دادیم نباید با واژه و اندیشه می بود، بلکه با کردار راستین و به رفتاری راستین جلوه می کرد. زیرا زندگی نهایتاً به معنای مسئول بودن برای یافتن پاسخ راستین به دشواری ها و مشکلات آن و انجام وظایفی است که پیوسته فراراه هر فردی قرار می گیرد. این وظایف و در نتیجه معنای زندگی نزد افراد مختلف و لحظه به لحظه به شکل متفاوتی بروز می کند. از این رو تعریف معنای زندگی و دادن یک فرمول ناممکن است. هرگز نمی توانیم پرسش هایی درباره معنای زندگی را با عبارات گسترده و کلی پاسخ دهیم. زندگی به معنای چیز مبهم نیست، بلکه برعکس چیزی است بسیار واقعی و قابل لمس. همان گونه که وظایف موجود در زندگی نیز بسیار واقعی و لمس پذیرند. این وظایف سرنوشت بشر را که ویژه خود اوست می سازد. هیچ فرد یا هیچ سرنوشتی را نمی توان با فرد یا سرنوشت دیگری مقایسه کرد. هیچ موقعیتی تکرار نمی شود و به هر موقعیتی باید پاسخ متفاوتی داده شود. گاهی موقعیتی که انسان در آن قرار می‌گیرد، ایجاب می‌کند با عملی که در پاسخ به آن موقعیت در پیش می‌گیرد، سرنوشتش را شکل بخشد. گاهی اگر از فرصت استفاده کند و به وضع موجود و آنچه هست بیندیشد، برایش سودمندتر خواهد بود. گاهی نیز لازم است سرنوشت را بپذیرد و رنج‌هایش را تحمل کند. هر موقعیتی با استثنای بودن خود مشخص می‌شود و همواره یک پاسخ درست برای هر مشکلی که در پیش روی است وجود دارد. وقتی انسان پی می‌برد که سرنوشت او نیز رنج بردن است، ناچار است رنجش را به عنوان وظیفه‌ای استثنایی و یگانه بپذیرد. ناگزیر باید این حقیقت را بپذیرد که در رنج بردن نیز در جهان تک و تنهاست. هیچ کس نمی‌تواند او را از رنج‌هایش برهاند و یا به جای او رنج برد. تنها فرصت موجود بستگی به نحوه برخورد او با مشکلات و تحمل مشقات دارد. برای ما زندانیان این اندیشه ها جدا از واقعیت نبود و کمک هم می کرد. زیرا حتی در بدترین شرایط نیز که هیچ راه گریزی به نظر نمی رسید، ما را از نومیدی رهایی می بخشید. مدت ها بود که ما مرحله پرسش درباره معنای زندگی را پشت سر گذاشته بودیم. پرسش ساده‌ای که به ما نشان می‌دهد زندگی یعنی دست یافتن به هدفی از راه خلاقیت فعال. چیز ارزنده برای ما معنای زندگی در برگیرنده دوره‌ای وسیع از زندگی و مرگ، رنج کشیدن و مردن بود. وقتی به معنی رنج پی بردیم، از کاهش دادن یا سبک کردن شکنجه‌های اردوگاه، از راه نادیده انگاشتن آنها یا تصورات واهی و خوشبینی ساختگی سر باز می‌زدیم. در واقع رنج کشیدن برای ما وظیفه‌ای شده بود که نمی‌خواستیم به آن پشت بکنیم. ما به فرصت‌های پنهانی رنج کشیدن برای کمال پی برده بودیم. فرصت‌هایی که ریلکه شاعر آلمانی را بر آن داشت چنین بنگارد: چقدر رنج و مشقت را باید پشت سر بگذاریم. ریلکه چنان از رنج کشیدن سخن می‌گوید که سایرین از کار کردن. ما رنج بسیار باید می‌بردیم. از این رو می بایست با این رنج ها رویا روی می شدیم.
و می کوشیدیم لحظات ضعف و اشکهای پنهانی را به حداقل برسانیم. اما نیازی نبود از اشکهای خود شرمنده باشیم. چه این اشکها خود شاهدی بر آن است که انسان دلاورانه و راستقامت رنجها را تحمل می کند. اما تنها شمار کمی به این مسئله پی برده بودند. برخی از زندانیان با شرمندگی اعتراف می کردند که گریه کردند. مانند رفیقی که از او پرسیدم، آماس پایش را چگونه درمان کرده؟ پاسخ داد، با گریه از تنم بیرون راندم. روان درمانی یا بهداشت روان زمانی آغاز شد که توانستیم در اردوگاه افراد را به طور انفرادی یا جمعی درمان کنیم. تلاش هایی که از نظر روان درمانگری فردی انجام می شد، اغلب نوعی نجات زندگی و معمولاً برای جلوگیری از عمل خودکشی بود. مقررات سخت اردوگاه هر گونه تلاشی را برای نجات مردی که قصد خودکشی داشت منع می کرد. به طور مثال، قطع تنابی که زندانی سعی می کرد خود را با آن به دار آویزد ممنوع بود. پس جلوگیری از وقوع چنین رویدادهایی اهمیت داشت. من دو مورد را به یاد دارم که امکان داشت به خودکشی بیانجامد و شباهت زیادی هم به یکدیگر داشت. هر دو زندانی از قصد خودکشی صحبت کرده بودند و هر دو علت خودکشی را همان جمله معمولی که دیگر انتظاری از زندگی ندارند را می گفتند. در هر دو مورد باید به آنها تفهیم می کردیم که هنوز هم زندگی از آنها انتظار دارد و چیزی در آینده در انتظار آنهاست. در واقع ما پی بردیم که یکی از آنان فرزندی داشت که در کشور خارجی در انتظار او بود. فرزندی که او به حد پرستش دوست می داشت. برای دیگری هم چیزی مطرح بود، نه شخص. مرد دوم دانشمندی بود که یک سری کتاب نوشته بود و باید آنها را به پایان می برد. هیچ کس دیگری نمی توانست جای این دانشمند را پر کند. چنان که هیچ کس نمی توانست جای آن پدر را برای فرزند پر کند. این یکتایی و وحدت که هر فرد را از دیگری ممتاز می سازد و به هستی او معنا می بخشد در کارهای خلاقه نیز مانند عشق بشری تأثیر می گذارد. وقتی به ناممکن بودن جابجایی فردی با دیگری پی می‌بریم، آگاه با مسئولیت فرد نیز در برابر هستی خیش و ادامه آن با همه عظمتش آشنا می‌شویم. مردی که به مسئولیت خیش در برابر یک انسان که مشتاقانه در انتظار اوست یا در برابر یک کار ناتمام آگاه است، هرگز نخواهد توانست دست به خودکشی بزند. او همچنین چرای هستیش را می‌داند و توان آن را نیز خواهد داشت که با هر چگونه ای در افتد. طبیعی است که در اردوگاه فرصت چندانی برای درمان دست جمعی وجود نداشت. گاهی یک الگوی درست به مراتب موثرتر از کلام بود. زندانبان ارشد که با مقامات زندان هم دل نبود، با رفتار عادلانه و تشویق‌آمیز خود از هزاران فرصت استفاده کرده و تأثیر اخلاقی شگرفی بر کسانی می‌گذاشت که زیر نظر او بودند. چون تأثیر رفتار همواره مؤثرتر از کلام است و این زمانی بود که به علت پاره‌ای شرایط بیرونی پذیرش ذهنی تشدید می‌شد. یکی از این موارد این بود که بعضی پیش می‌آمد که باید روی زندانیان یک کلبه کار می‌کردیم که پذیرش ذهنی این زندانیان به علت موقعیت بیرونی ویژه‌ای تشدید شده بود. روز بدی بود. به هنگام مراسم رژه اعلام کردند بسیاری از کارها را از آن پس خرابکاری به حساب آورده و شخص مجرم بلافاصله به دار آویخته خواهد شد. از جمله این جرم‌ها بریدن نواری از پتوهای کهنه برای مچبند و دزدی‌های جزئی بود. چند روز پیش هم یک زندانی گرسنه وارد انبار سیب زمینی شده و مقداری دزدیده بود. دزدی برملا شد و بعضی از زندانیان دزد را شناسایی کردند. وقتی خبر به گوش مقامات اردوگاه رسید، دستور دادند که یا دوز را تحویل آنها دهیم و یا همه اردوگاه تمام روز را بی غذا خواهند ماند. طبیعی است که 2500 نفر تصمیم گرفتند روزه بگیرند. شامگاه آن روز روزداری، همه در کلبه های خود مغموم دراز کشیده بودیم. کسی حرفی نمی زد و هر واژه‌ای چون پتکی بر سرمان زده می شد. بدتر از همه این که برق هم خاموش شد. دیگر جان همه به لب رسیده بود. اما نگهبان ارشد ما مرد عاقلی بود. شروع کرد به صحبت کردن درباره همه چیزهایی که در آن لحظه از ذهن ما می‌گذشت. از رفقایی حرف می‌زد که در چند روز گذشته چه در اثر بیماری و چه خودکشی درگذشته بودند. اما ضمناً یادآور شد که می‌دانند علت واقعی مرگ آنها این بود که دست از امید شسته بودند.
او معتقد بود که باید راهی وجود داشته باشد که بتوان جلوی امکان وقوع چنین حوادثی را گرفت و نگذاشت قربانیان آینده به این مرحله ذهنی برسند و از من خواست راهگشای زندانیان باشم. خدا می داند که من اصلا حوصله نداشتم توضیحات روانشناختی بدهم یا موعظه کنم و به رفقایم نوعی دستورات مراقبتی بدهم. سردم بود و گرسنه، تندخو و خسته شده بودم. اما باید تلاش می کردم و از این فرصت استثنایی سود می جستم. حالا تشویق بیش از هر چیزی به کار می آمد و نیاز به آن احساس می شد. با این استدلال صحبت را که جنبه تسکینی داشت آغاز کردم. گفتم که حتی در این اروپا و در ششمین زمستان جنگ جهانی دوم وضع ما چندان هم وحشتناک نبوده. نه اونگونه که ما فکر می کردیم باید باشد. گفتم که هر یک از ما باید از خود بپرسد تا کنون چه چیزهایی را از دست داده است که غیر قابل بازگشت است. فکر کردم برای بیشتر زندانیان میزان آنچه از دست دادن واقعا ناچیز بوده است. هر کسی که هنوز زنده بود دلیلی برای امیدوار بودن داشت. سلامت، خانواده، خوشبختی، توانایی های حرفه‌ای، ثروت، موقعیت اجتماعی را میشد بار دیگر به دست آورد. از آن گذشته استخوان‌های ما هنوز سالم بودند. هر آنچه بر ما رفته بود میتوانست در آینده برای ما سودمند باشد. آن وقت عبارت نیچه را بازگو کردم که آنچه موجب مرگ من نشود مرا نیرومندتر میسازد. سپس راجع به آینده داد سخن دادم. گفتم در نظر هر شخص بیطرفی آینده بسیار تاریک به نظر می رسد. بر این عقیده بودم که هر یک از ما می توانست حدس بزند شانس زنده ماندنش چقدر کم بود. به آنها گفتم با اینکه هنوز بیماری تیفوس در اردوگاه همه گیر نشده ولی شانس زنده ماندن خود من 5% است. با این حال هیچ خیالان را ندارم که خود را به نومیدی بسپارم. زیرا هیچ کس نمی داند در آینده حتی یک ساعت آینده چه روی خواهد داد و مگر نه اینکه یک سیب را که به آسمان بیاندازی به زمین نرسیده 1000 چرخ می خورد. حتی اگر انتظار رویدادهای نظامی را هم در چند روز آینده نداشته باشیم چه کسی بهتر از ما با این همه تجارب اردوگاهی می داند که گاهی به طور ناگهانی چه شانسهایی برای فرد انسان پیش می آید. به طور مثال ممکن بود زندانی را به طور غیر منتظره‌ای به گروه ویژه‌ای منتقل کنند که باز هم به طور استثنایی از موقعیت خوب کاری بهره‌مند باشد. زیرا همین چیزها بود که شانس زندانی را برآورده می‌کرد. در سخنانم با زندانیان گرسنه تنها از آینده و نقابی که بر آن کشیده شده بود حرف نزدم، بلکه از گذشته، زیبایی‌ها و روشنایی‌هایش که در تاریکی زندگی کنونی من می درخشید نیز سخن گفتم. برای اینکه سخنانم جنبه وزن نداشته باشد، عبارتی را از شاعری بیان کردم. آنچه را که شما تجربه کرده ای، هیچ نیرویی در دنیا نمی تواند از شما بازستاند. نه تنها تجربه های ما، بلکه با همه آنچه انجام داده ایم، همه اندیشه های بزرگی که در سر داشته ایم و از هر آنچه که رنج برده ایم، چیزی را از دست نداده ایم. گرچه همه اینها گذشته است ولی ما اینها را هستی بخشیده ایم. زیرا بودن نوعی هستی است، شاید هم مطمئن ترین شکل آن است. سپس در مورد فرصت‌های بسیاری که به زندگی معنا می‌بخشد سخن گفتم. من به رفقایم که بی حرکت دراز کشیده بودند و گهگاه آهی می‌کشیدند گفتم که زندگی بشر در هر شرایطی هرگز نمی‌تواند بی‌معنا باشد و این معنای بی‌پایان زندگی، رنج و میرندگی، محرومیت و مرگ را نیز در بر دارد. از این انسان‌های سرگشته که در تاریکی کلبه به دقت به سخنان من گوش می‌دادند، خواستم که به بحرانی بودن وضع خود پی برند. آنها نه تنها نباید دست از امید بشویند، بلکه باید ایمان داشته باشند که پادر هوایی مبارزه ما از عظمت و معنایش نخواهد گاست و باید همچنان شهامت خود را حفظ کنند. به آنها گفتم که در این ساعت دشوار و مرگبار دوستی، همسری، یک مرده و یا یک زنده یا خدا چشم به ما دوخته است و انتظار ندارد نومیدش کنیم. او امید به این بسته است که ببیند ما با سر افراشته رنج میبریم، نه با بدبختی و خفت، و هنر مردن را آموخته ایم. و سرانجام سخن از فداکاری به میان آوردم. فداکاری که در هر موردی معنا پیدا میکند و در طبیعت این فداکاری بود که دنیای طبیعی مادی بدان به دیده تعجب می نگریست و آن را بی‌معنی می پنداشت.
در حالی که فداکاری ما در واقعیت معنایی ژرف داشت. من بی‌پرده به آنها گفتم کسانی که ایمان مذهبی دارند این مسئله را به آسانی درک می‌کنند. داستان رفیقی را برایشان بازگو کردم که در ابتدای ورود به اردوگاه با خدای خود پیمان بسته بود که رنج و مرگ را به جان می‌پذیرد تا کسی را که دوست می‌داشت دچار سرانجام دردناکی نشود. برای این مرد رنج و مرگ پرمعنا بود. فداکاری او معنایی بس ژرف داشت. او نمی‌خواست برای هیچ بمیرد. همانطور که هیچ یک از ما نمی‌خواهیم چنین بمیریم. منظور من از به کار گرفتن همه این واژه‌ها این بود که در آن زمان و در آن کلبه و در آن وضع مرگبار معنایی برای زندگی زندانیان بیابم و به دیده باز شاهد تلاش موفقیت آمیز خود بودم. زیرا وقتی برق روشن شد پیکرهای نحیف دوستانم را دیدم که افتان و خیزان و با دیدگان اشکالود برای سپاسگزاری به سمت من می آمدن. اما باید اعتراف کنم که به ندرت پیش می آمد من نیرویی برای سهیم شدن در رنجهایشان داشته باشم و با این حساب گویا فرصتهای بیشماری را برای این کار از دست داده بودم. و اینک بپردازیم به سومین مرحله واکنشهای روانی یک زندانی، یعنی روانشناسی زندانی پس از آزادی. اما پیش از آن که این مسئله را روشن کنم باید به پرسشی اشاره کنم که اغلب از روانشناس می شود. به ویژه که روانشناس خود زندانی بوده باشد. نظر شما در مورد رفتار روانشناختی نگهبانان اردوگاه چیست؟ چگونه ممکن است انسانی که آمیخته ای از گوشت و خون است رفتاری را که بسیاری از زندانیان بازگو می کنند با آنان اعمال کرده باشند؟ وقتی انسان این داستانهای هولناک را می شنید و وقتی باور می کرد که همه آنچه زندانیان نقل می کنند اتفاق افتاده است و افسانه نیست، انسان از خود می پرسید از نظر روانشناسی چگونه ممکن است انسان دیگر را آنچنان شکنجه کند. برای اینکه بتوانیم بدون پرداختن به جزئیات به این پرسش پاسخ دهیم، باید به چند چیز اشاره کنم. نخست اینکه در میان نگهبانان عده‌ای سادیست یا آزارگر به معنای واقعی بالینی آن وجود داشت. دو، دیگر هنگامی که مقامات اردوگاه برای انجام مأموریت‌های سخت نیاز به افرادی داشتند، آنها را از میان این آزارگران برمی‌گزیدند. هنگامی که به ما اجازه داده می‌شد، پس از 2 ساعت کار طاقت فرسا در یخبندان تلخ، خودمان را در کنار آتشی که با خرده چوب درست کرده بودیم گرم کنیم، از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجیدیم. اما در همین لحظات کوتاه خوشی نیز سرکارگرانی بودند که از گرفتن آن خوشی از ما بس لذت می بردن. هنگامی که نه تنها نمی گذاشتن کنار آتش بیستیم، بلکه آن آتش زیبا را روی برف ها پخش می کردن. برق لذت در چشمانشان می درخشید. همواره در میان زندانیان کسانی بودند که در شکنجه و آزارگری تخصص داشتند و اس‌ها وقتی از کسی خوششان نمی آمد او را به این افراد آزارگر حواله می دادن. سه، دیگر اکثر نگهبانان در اثر سالهای متمادی کار در اردوگاه و ناظر بودن بر شیوه های بیرحمانه و وحشیانه اردوگاه در شکنجه زندانیان احساسی نداشتند. این مردانی که از نظر اخلاقی و روانی سنگ شده بودند، حداقل کاری که می کردن این بود که خود از نقش فعال در آزارگری سرباز می زدن. اما دیگر مانع آزار رسانی سایرین نمی شدن. چهارم، در میان نگهبانان هم پیدا می شد کسانی که دلشان به حال ما می سوخت. برای نمونه به ذکر فرمانده اردوگاهی که من از آنجا آزاد شدم بسنده می کنم. پس از آزادی ما معلوم شد که این فرمانده مبلغ زیادی از جیب خود پول خرج کرده تا از نزدیکترین بازار برای زندانیان خود دارو بخرد و این مسئله را تنها پزشک اردوگاه که خود یک زندانی بود می دانست و بس. اما نگهبان ارشد اردوگاه که خود از زندانیان بود، سختگیرتر از هر افسر اس رفتار می‌کرد. در حالی که فرمانده اردوگاه تا آنجا که من می‌دانم، هرگز دستش را روی ما بلند نکرد. این نگهبان با کوچکترین فرصتی که می‌یافت زندانیان را به باد کتک می‌گرفت. بنابراین دانستن اینکه این مرد یا نگهبان اردوگاه بود یا یک زندانی چیزی را حل نمی‌کرد. در میان هر گروهی مهر انسانی به چشم می‌خورد. حتی در کسانی که ما به راحتی مورد ملامت قرار می دهیم. مرز بین گروه ها دارای وجه مشترکی است و ما نباید با گفتن اینکه این مردان فرشتند و آن دسته دیگر اهریمن به نتیجه برسیم.
مسلماً وقتی یک نگهبان یا یک سرکارگر با وجود همه کنترل‌های اردوگاه نسبت به زندانیان رفتار مهرامیزی داشت، در جهت مثبت و انسانی گام برمی‌داشت. اما پستی زندانی را که با رفقای زندانی خودش آنچنان رفتار ناشایستی داشت، چگونه می‌توان توجیه کرد؟ بدیهی است که کمبود شخصیت چنین مردانی برای زندانیان منقلب کننده بود. در حالی که از کوچکترین حرکت مهرامیز هر یک از نگهبانان نیز عمیقاً به هیجان می آمدن. چنان که روزی یک سرکارگر پنهانی تک نانی به من داد که تردیدی ندارم از جیره صبحانه اش ذخیره کرده بود. در آن لحظه آنچه اشک را به دیدگانم جاری کرد تک نان نبود، بلکه چیزی از انسانیت بود که این مرد به من داد. واژه ها و نگاهی بود که همراه دادن نان به چهرم گسترد و گوش هایم را نوازش داد. از تمام آنچه برایتان گفتم پی می‌بریم که در جهان تنها دو نژاد وجود دارد، نژاد مردان کامل و ناقص. این دو نژاد در همه جا یافت می‌شوند، زیرا در میان همه گروه‌های اجتماع نفوذ می‌کنند. هرگز نمی‌توان گفت این گروه کاملاً کامل است و این گروه ناقص. به این ترتیب هیچ گروهی از نژاد خالص نیست و بنابراین گهگاه به این گونه افراد کامل در میان نگهبانان اردوگاه هم برمی‌خوردیم. زندگی در اردوگاه کار اجباری زوایای روح انسان را می شکافد و ژرفای آن را نمایان می سازد. آیا شگفت‌انگیز است که در ژرفای روح انسانی بار دیگر تنها به خصوصیاتی از انسان برخوریم که طبیعتش آمیخته ای از خوب و بد باشد؟ شکافی که خوب را از بد جدا می سازد، از همه انسان ها می گذرد، به پایین ترین سطوح می رسد و حتی در ژرفای آنچه که اردوگاه کار اجباری بنیان گذارده است آشکار می گردد. و اکنون به آخرین فصل روانشناسی اردوگاه کار اجباری می رسیم، به روانشناسی زندانیانی که آزاد شدند. در توصیف تجربه های آزادی که طبیعتاً باید دست تجربه های خودم باشد، به آن بخشی خواهم پرداخت که از صبح روزی است که پرچم سفید پس از روزهای پر اضطراب بر فراز دروازه های اردوگاه به اهتزاز درآمد. در این زمان حالت سرگردانی درونی ما تبدیل به استراحت شد. اما اگر بگوییم از خوشحالی دچار جنون شده بودیم، اشتباه کرده ایم. پس چه اتفاقی افتاد؟ ما زندانیان با گام‌های خسته خودمان را به سوی دروازه‌های اردوگاه می‌کشیدیم. با ترس و دلهوره به اطراف می‌نگریستیم و با نیم نگاه یکدیگر را سوال پیچ می‌کردیم. بعد چند گامی به بیرون اردوگاه می‌رفتیم. این بار کسی بر سر ما فریاد نمی‌زد و هیچ نیازی نبود برای فرار از لگد یا کتک جا خالی کنیم. نه، اینجا حتی نگهبانان به ما سیگار تعارف می‌کردند. ابتدا آنان را نشناختیم، زیرا با شتاب لباس‌هایشان را عوض کرده و لباس شخصی پوشیده بودند. به آرامی در امتداد جاده‌ای که از اردوگاه منشعب می‌شد قدم می‌زدیم. پاهایمان درد گرفت و ممکن بود هر لحظه بپیچد. اما همچنان لنگ لنگان می‌رفتیم و می‌خواستیم اطراف اردوگاه را برای نخستین بار با دیدگان مردان آزاد ببینیم. با خود تکرار می کردیم آزادی، اما هنوز نمی توانستیم باور کنیم که آزادیم. ما طی سالهای متمادی که در آرزوی آزادی بودیم، آنقدر این واژه را بر زبان رانده بودیم که دیگر معنای خود را از دست داده بود. دیگر واقعیت آزادی به ضمیر آگاهمان رخنه نمی کرد و نمی توانستیم این حقیقت را بپذیریم که اکنون آزادی از آن ما بود. به چمن پر از گل رسیدیم، گلها را دیدیم و به یاد آوردیم که آنها همیشه آنجا بودند، اما ما هیچ احساسی نسبت به آنها نداشتیم. نخستین جرقه شادمانی زمانی سرشارمان کرد که خروسی را با دم رنگارنگ دیدیم، اما این جرقه همچنان چون نقطه کوری باقی ماند، زیرا ما به این دنیا تعلق نداشتیم. شامگاهان وقتی که بار دیگر همه در کلبه های ما گرد آمدیم، یکی در گوش دیگری زمزمه کرد: بگو ببینم امروز خوشحال بودی؟ و آن مرد با شرمندگی گفت: راستش را بخواهی؟ نه. و اون نمی دانست که ما همه همین احساس را داشتیم. در واقع ما احساس خوش بودن و خوشحال شدن را از دست داده بودیم و باید به تدریج این هنر خوش بودن را دوباره می آموختیم. آنچه که از نظر روانشناسی برای زندانیان از بند رسته اتفاق می افتاد، شخصیت زدایی نام داشت. همه چیز مانند رویا غیر واقعی به نظر می رسید. ما باور نداشتیم که آنچه می‌بینیم واقعی است. در سال‌های گذشته چه بسا در خواب گول خورده بودیم.
خواب می دیدیم که روز آزادی فرا رسیده. ما آزاد شده ایم. به کاشانه خود بازگشته ایم و به دوستانمان خوش آمد می گفتیم. همسرمان را در آغوش می گرفتیم. بر سر میز نشسته و از آنچه که بر ما رفته بود و حتی از خوابهایی که از روز آزادی دیده بودیم سخن می گفتیم. و آنگاه صوت زندانبان پایان رویای آزادی ما بود. و حالا این خوابها به حقیقت پیوسته است. اما یا می توانستیم واقعا باور کنیم؟ بدن کمتر از ذهن نیروهای بازدارنده دارد و از همان لحظه نخست حد اکثر استفاده را از آزادی می کرد. زندانی پس از به دست آوردن آزادی، ساعتها و روزها چون قحطی زده ها حتی در نیمه شبان نیز غذا می خورد. آنچه انسان را به شگفتی وامی دارد این است که مگر انسان از نظر مقدار چقدر گنجایش خوردن دارد. وقتی یک روستایی که روابط دوستانه‌ای با یکی از زندانیان پیدا کرده بود او را به خانه‌اش دعوت کرد، این زندانی بی وقفه غذا خورد، قهوه نوشید و کمی که آرامش به دست آورد ساعتها حرف زد. سرانجام از فشاری که سالها ذهنش را می آزرد رها شد. انسان وقتی به حرفهایش گوش می کرد احساس می کرد که او ناگزیر و مجبور به حرف زدن است و در برابر اشتیاق خود به حرف زدن نمی تواند مقاومت کند. من کسانی را می شناختم که تنها برای مدت کوتاهی مثلا در بازرسی های گشتاپو چنین عکس العمل هایی از خود نشان می دادن. روزها سپری می شد تا اینکه نه تنها زندانی زبان باز می کرد و بدون توقف صحبت می کرد بلکه چیز دیگری هم در او می شکفت و در این زمان بود که احساسات خاموش به طور ناگهانی زنجیر می گسست. چند روز پس از آزادی یک روز من در دهکده که چمنزار پر از گل بود کیلومترها راه رفتم. مقصدم بازاری بود که نزدیک اردوگاه قرار داشت. چکاوک ها به آسمان پر می کشیدن و صدای شادمانه آنها را می شنیدم. هیچ کس در آن اطراف چشم نمی خورد. چیزی جز زمین وسیع و پهنه آسمان و آوای خوش چکاوک ها و آزادی فضا نمی دیدم. ایستادم. به اطرافم نگاه کردم و به آسمان نیز چشم دوختم. آنگاه زانو زدم. در آن لحظه خود و دنیا را فراموش کرده بودم. تنها یک جمله در ذهنم بود، همان جمله همیشگی: من یزدان را از زندان کوچک خود فرا خواندم و او در آزادی پهنه وسیع پاسخم داد. تا چه زمانی زانو زده و این جمله را تکرار می کردم چیزی به یاد نمی آورم. حتی چیزی که می دانم این است که در آن روز و در آن ساعت زندگی تازه من آغاز شد. گام به گام پیش می رفتم تا اینکه بار دیگر خودم شدم، یک انسان. راهی را که باید از تنش و فشار ذهنی روزهای آخر در اردوگاه از آن جنگ اعصاب تا آرامش ذهنی طی می کردیم یقیناً خالی از مانع نبود. اگر فکر می کردیم که زندانی آزاد شده دیگر به مراقبت روحی نیاز ندارد دچار اشتباه بودیم. بلکه برعکس باید به این واقعیت توجه می کردیم. مردی که برای آن زمان دراز زیر آنچنان فشار روانی بود، به ویژه این که این فشارها به طور ناگهانی رها می شد، طبیعتاً پس از آزادیش در معرض خطر است. این خطر به معنای بهداشت روانشناسیش، واکنش روانشناسی آن فشارهاست. چنان که بهداشت جسمی کارگر زیردریایی نیز در صورتی که محفظه‌اش را به ناگهان ترک کند، در این لحظه او زیر فشار شدید جوی است، در خطر است. بنابراین مردی که به ناگهان از فشار روانی رسته است، از نظر اخلاقی و بهداشت روانی بسیار آسیب پذیر است. کسانی که دارای طبعی بدوی تر از دیگران بودند، در این مرحله روانشناسی نمی توانند از تأثیرات وحشیگری های زندگی اردوگاهی در امان بمانند. حالا که از آزادی برخوردار بودند، گمان می کردند که می توانند با هرزگی و به شیوهی ستمگرانه از آن استفاده کنند. تنها چیزی که تغییر کرده بود، این بود که اکنون آنها ظالم بودند، نه مظلوم. آنها دیگر از حالت شیعی بودن در آمده و تبدیل به کسانی شده بودند که با نیروی ارادی و برانگیزاننده بیدادگری می کردن. آنها شیوه رفتارشان را با تجربه های تلخ و وحشتناک خود توجیه می کردن که این مسئله اغلب در رویدادهای جزئی نیز به چشم می خورد. چنان که روزی با دوستی از مزرعه‌ای دست در دست می گذشتیم و به سمت اردوگاه می رفتیم، ناگهان به مزرعه گندم سبز رسیدیم. من بی اختیار سعی کردم آن را لگد نکنم، اما دوستم با دستش دستم را کشید و مرا کشان کشان از لابلای گندم برد. من مکث کردم که مبادا گندم جوان را لگد مال کنم. دوستم برآشفت،
نگاه پر از خشمی به من انداخت و فریاد زد: ببینم، آنچه که از ما گرفتند کافی نیست؟ همسرم و فرزندم را به اتاق گاز فرستادند و حالا تو مرا از لگدمال کردن چند ساق گندم من می‌کنی؟ تنها با آرامی و حوصله باید به این مردان می‌فهماندیم که هیچ کس حق ندارد خطا کند، حتی اگر به او ستم رفته باشد. ما باید با تلاش پیگیر آنها را به سوی این حقیقت می‌راندیم، وگرنه نتایجی شومتر از دست دادن چند هزار ساق گندم به بار می آمد. من هنوز یک زندانی را به یاد می آورم که آستینهایش را بالا زد، دست راستش را زیر چشم گرفت و فریاد زد: بریده باد این دست من، اگر آن را پس از بازگشت به خانه‌ام به خون ستمگران نیالایم. من تأکید می کنم که گوینده این مطالب انسان بدی نبود، بلکه بهترین رفیق من در اردوگاه و پس از آزادی بود. علاوه بر بیمارگونگی اخلاقی که ناشی از رهایی ناگهانی از فشار بود، دو تجربه اساسی دیگر نیز شخصیت زندانی آزاد شده را تهدید می کرد. یکی تلخی زندگی پس از آزادی و دوم سرخوردگی پس از بازگشت به زندگی پیشین. تلخی زندگی به علت مسائلی بود که او در شهرش با آن مواجه می شد. به این معنا که وقتی به شهر خود باز می گشت، در بسیاری جاها با سردی او را پذیرا می شدند و جملات پیش پا افتاده تحویلش می دادن. به همین دلیل تبدیل به انسان گزندهی می شد و از خود می پرسید: چرا متحمل آن همه رنج و مشقت شده است؟ وقتی همان جملات کلیشه ای را از مردم می شنید که ما نمی دانستیم و یا ما هم رنج کشیده ایم. به خود می گفت: آیا واقعا اینها جملات بهتری برای گفتن ندارند؟ اما مسئله و تجربه سرخوردگی چیزی دیگر است. اینجا دیگر حکایت دوستی نبود، که سطحی نگری و نداشتن احساس بود که بیزار کننده بود، که شخص سرانجام احساس میکرد میخواهد به گوشهی بخزد و دیگر صدای انسانی را نشنود و چهره انسانی را نبیند. بلکه داستان سرنوشت بود که آنچنان ظالمانه و بیرحمانه او را در هم کوبیده بود. مردی که سالها فکر میکرد حد مطلق همه رنجهای ممکن را لمس کرده است، در اینجا به این نتیجه می رسید که رنج حدودی نمی شناسد و او هنوز هم باید رنج بکشد، بیشتر از پیش. وقتی ما از کوشش برای ایجاد شهامت روانی یک زندانی در اردوگاه صحبت می کردیم، برام بودیم که دریچه امیدی را در آینده برای او باز کنیم. باید به یادش می آوردیم که زندگی هنوز در انتظار اوست و انسانی منتظر بازگشت اوست. اما پس از بازگشت، زندانیانی بودند که پی بردن هیچگاه کسی در انتظارشان نبود. وای به حال کسی که دید انسانی که خاطرش به تنهایی در اردوگاه به او امید می‌بخشید دیگر وجود ندارد. وای به حال کسی که وقتی رویایش به حقیقت پیوست و سرانجام آزاد گشت، آزادی را کاملا متفاوت از آنچه در اشتیاقش بود یافت. شاید سوار واگن برقی می‌شد، به خانه‌ای می‌رفت که سال‌ها در ذهنش جان داشت. در عالم درون زنگ در را به صدا در می آورد، درست همان گونه که در هزاران رویای خود کرده بود. تنها برای اینکه این حقیقت را دریابد که کسی که باید در را باز کند دیگر آنجا نیست و هرگز هم نخواهد بود. ما همه در اردوگاه به یکدیگر می گفتیم که هیچ شادی دنیایی نخواهد توانست آن همه رنجی را که متحمل شده ایم جبران کند. ما به شادمانی روزگار آزادی دل نبسته بودیم و این امید نبود که به ما شهامت می بخشید و به رنجهای ما، فداکاریهای ما و مردن ما معنا می بخشید. اما برای غم و اندوه هم دیگر آمادگی نداشتیم. این سرخوردگی که در انتظار شمار زیادی از زندانیان بود، تجربه سخت بود که پشت بسیاری را به خاک رساند و برای یک روانپزشک نیز دشوار بود که به آنها کمک کند تا بر احوال غمزده خود چیره شوند. اما این هم نباید موجب دل سردی روان پزشک شود. برعکس، باید انگیزهی تازه به شما راید. برای هر زندانی از بند رستهی روزی فرا می رسد که وقتی به دوران اسارت خود می نگرد و تجارب اردوگاهی را زیر و رو می کند، باور نخواهد کرد که چنان روزگار دشواری را تحمل و سپری کرده است. همچنان که سرانجام روز آزادیش فرا رسید و همه چیز در نظرش چون رویای زیبایی بود، روزی هم فرا خواهد رسید که تجربه های اردوگاهیش چون کابوس رنجش خواهد داد. این تجربه های گرانبها برای مردی که به سوی خانه‌اش گام برمی‌دارد احساس شگرفی می‌آفرینند که پس از آن همه رنجی که جان و روانش متحمل شده،
دیگر چیزی نبود که او از آن بترسد مگر خدا.